رادیو ناشنیده قصد دارم درباره تاریخچه تأسیس بانک ملی صحبت کنم سپاسگزارم از اینکه برای حمایت از من سابسکرایب میکنین و انتقادات و پیشنهاداتتون رو توی کامنت با من در میون میذارید خب بریم ببینیم داستان تأسیس بانک ملی چیه به خاطر بی تدبیری ها توی دوره قاجار ایران مخصوصا تو دوره ناصری و مزفری با مشکلات فراون اقتصادی دست و پنجه نرم میکرد. کرد. به خاطر این مشکلات به صورت تدریجی بنیادهای مالی و اقتصادی کشورهای خارجی مثل روس و انگلیس در ایران شکل گرفته بود. سیاست حجوم اقتصادی تجاری روسی و انگلیس نابودی اقتصاد ایران و وابسته شدن اون به کشورهای خارجی بود. تأسیس دو بانک شاهنشاهی و استقراضی توسط انگلیس و روسیه هم در ایران به جای کمک به اقتصاد بیمار اون یه پایگاه مطمئن برای رواج کالاهای این دو کشور خارجی و خروج بیوقفه نقدینگی بود توی این دوره شاهد کاهش شدید ارزش پول ایران هستیم توسل به وام های خارجی جز آخرین تیرهای ترکش رژیم قاجار بود. در واقع گرفتن این وامها نشونه آشکار ضعف اقتصاد ایران و وابستگی و نیازمندی کشور به اقتصاد خارجی بود البته باید بگم که اینها فقط یک وام ساده نبودند، و دو کشور روسیه و انگلیس برای اعطای اونها به دولت ایران شرطهای سنگینی مثل وسیقه قرار دادن گمرکات، اعطای امتیازات انحصاری و چیزهای دیگه میذاشتن. این روند مخرب تا آستانه انقلاب مشروطه ادامه داشت. رژیم مشروطه در شرایطی توی کشور مستقر شد که بحرانهای عظیم اقتصادی کشور رو در بر گرفته بود. مذاکرات توی مجلس از همون اولین جلسات بیشتر در خصوص مسائل اقتصادی بود. توی جلسه ای روز شنبه 18 آبان 1285 شمسی مخبر السلطنه از طرف صدر انظم که اون موقع مشیر و دوله بود معمور شد تا در مورد خالی بودن خزانه و اخذ وام جدید از دو کشور روسیه و انگلیس توی مجلس صحبت کنه. احمد کسروی توی کتاب تاریخ مشروط ایران این موضوع رو به این صورت روایت میکنه. حاجی مخبر و سلطنه از سوی مشیر و دوله صدر انزم به مجلس آمد. هنوز بیشتر نمایندگان به تهران نیامده و قانونی برای کشور گذارده نشده. دولت از مجلس همداستانی با چنان کار میخواست. تو گفتی آن کوشش ها شده و دارو شعرا به پا گردیده برای اینکه کارهای ریشه برانداز درباریان رویه قانونی به خود بگیرد. دو وام پیشین را گرفته و خورده و کنون چشم به راه وام دیگری می ایستادند که با هم داستانی دارو شعرا بکنند و باز بخورند. مشیر رو دوله نامه از صدر اعظم نشون میده که توی اون نامه معمور شده تا رأی نماینده ها رو برای اخذ وام بگیره. یه نسخه از پیمانی هم که با دو کشور روس و انگلیس گذاشته بوده رو با پیش شرط های کمرشکنش توی مجلس ارائه میده. در ادامه هم اینجور توضیح میده که از چند ماه باز ماهانه سفیران و کنسولهای ایران در شهرهای بیگانه و ماهانه سپاهیان و سرکردگان و کارکنان اداره ها در خود کشور پرداخت نشده و به دربار نیز پولی برای در رفت داده نگردیده. برای پرداخت اینها چهار کرور را در بایست می داریم که اگر به زودی نرسد کارها همه خواهد خوابید. از این پیشنهاد یه هم همه توی مجلس پا شد و نماینده ها دو دسته شدن ادعی موافق بودن و ادعی مخالف یکی از نماینده ها به نام حاجی موین و تجار نسخه پیمان نامه رو به دست گرفت و تک تک بندهای اونو خوند و زیانهای اونو برای بقیه برشمرد و اینطور جواب داد باور من این است که این بیست کرور بدهی که دولت میگوید راست نیست زیرا شاهزاده عطابک که همیشه خود ستایی نمودی که درآمد و در رفت دولت را به اندازه هم گردانیدم و 600 هزار تومان هم فزونی می داریم که در نزد تومانیانس است. ما او را تا این اندازه دروغگو یا به سرا نشناخته ایم. دولت رویه درآمد و در رفت سه سال بازپسین را به مجلس فرستد تا رسیدگی کنیم. اگر به راستی دولت بدهکار است به گردن توده خواهد بود که آن را راه بیاندازد ولی نه از راه وام گرفتن از روس و انگلیس و آن هم با این شرط های سنگین که برای چهار کرور پول کشور را به دست آنان بسپاریم و آنگاه باشد که ما در رسیدگی به رویه درآمد و در رفت جایی پیدا کنیم که این چهار کرور از آن به دست آید و دیگر نیازی به وام گرفتن از خودی یا از بیگانه پیدا نکنیم کنون کورکورانه نخواهیم توانست درباره گرفتن یا نگرفتن وام رأی دهیم در آخر این سخنرانی از دولت خواست که حتی پیمان نامه های وامای قبلی را به مجلس بفرسته تا همه از چگونگی اونا مطلع بشن. واقعا این نظرات متحورانه نشونه آگاهی موین و تجار از کارهای دولت بود. بعد از صحبت های این نماینده نماینده ها یکی یکی شروع به مخالفت با این طرح کردند. مخبر السلطنه بعد از یک گفت شنود طولانی با این نماینده ها بدون گرفتن نتیجه از مجلس خارج شد این ایستادگی مجلس اول شگفت آوره این ایستادگی به روزنامه های اروپایی هم رسید با تشکیل مجلس و لزوم تایید و تصویب قراردادهای خارجی دولت با مشکلاتی مواجه شده بود قبل از این برای این قبیل امورات مانع سرراهش نبود ولی الان مجبور بود که نظر نماینده ها رو قبول کنه توی این شرایط هیئت دولت مجبور شد در برابر مجلسیان کوتاه بیاد و یه مهلت چند روزه به نماینده ها بده تا برای تامین اعتبار مورد نیاز یه فکری بکنن از مهمترین ابتکارات مجلس اول تصمیم به تأسیس و تشکیل بانک ملی بود تا به این وسیله از طرفی راه نفوذ اقتصادی خارجی ها رو کمتر کنه و از طرفی با پشتیبانی و تکیه بر تجار و ثروتمندان داخلی مبلغ مورد درخواست دولت رو از منابع داخلی تأمین کنه در بین نماینده ها هم طبقه تجار رغبت بیشتری به تأسیس بانک ملی داشتند پیشنهاد داده شد تا اوراق قرضه ملی در اختیار مردم کشور قرار بگیره مردم وقتی از موضوع با خبر شدن از هر قشری با هر توان مالی شروع به کمک کردند. کسروی در این مورد می نویسه انبوه مردم از توانگران و کمچیزان خوشنودی ها نمودند و همراهی نشان دادند توانگران که پولهایی می پرداختند به جای خود کمچیزان از همبازی باز نمی ایستادند طلبه ها نشست برپا کرده و پول از میان خود گرد آورده و میفرستادند و گفته میشد کسانی کتاب های خود را فروخته و پول بسی میدادند شاگردان دبستان همین کار را میکردند زنان گفتگو از فروش گوشواره و گردنبند به میان می آوردند. روزی در پای منبر سید جمال واعظ در مسجد میرزا موسا زنی به پا خواسته. چنین گفت. دولت ایران چرا از خارجه قرض می کند؟ مگر ما مرده ایم؟ من یک زن رخشوی هستم. به سهم خود یک تومان می دهم. دیگر زنها نیز حاضرند. ملایان که به چنین کارها کمتر در آنان هم همراهی می نمودند. راستی مردم تکان خورده و انبوه مردم با امید و آرزوی سرشار به کار برخواستند. اینها در تهران بود. برای همبازی شهرهای دیگر بازرگانان بنیانگذار به تلگرافخانه رفتند و بازرگانان آنها را به تلگرافخانه خواستند و با هر دسته جداگانه گفتگو کردند و از همگی نوید همراهی شنیدند گذشته از شهرهای خود ایران از قفقاز و هندوستان و استانبول ایرانیان همراهی نشان دادند با همه این تلاش ها ناصر الملک وزیر مالیه متقاعد نشد که مجلس بتونه توی مدت کوتاهی بانک ملی رو تحسیس کنه و عقیده داشت که عملی شدن این قضیه چند سال طول میکشه در صورتی که مخارج و دیون عقب افتاده خیلی فوری باید رفع رجوع میشد ناصر از این عبارت جالب استفاده کرد. فعلا مریض ما گنه, گنه لازم دارد تا رفع تب شود. پس از قطع تب به تقویت مزاج باید پرداخت. با وجود مخالفت های مجلس شورای ملی ضمن انتشار اعلامیه شرایط و چگونگی تأسیس بانک ملی به اطلاع همه رسوند و به این وسیله از همراهی شاه، دولت و مردم قدردانی کرد. پیش در پیشنهاد تاسیس بانک ملی توسط صدر اعظم به اطلاع شاه رسیده و اونم تایید کرده بود تعداد مؤسسان بانک در ابتدا بیشتر از صد نفر بود که هر کدوم متعهد شده بودند از 5 پنج تا پنجاه هزار تومان به خزانه بانک واریز کنند ولی برای عموم مردم حداقل سهم شراکت 5 تومان تعیین شده بود با وجود قولای مساعد از طرف نماینده ها و اخشار مختلف و علا رقم اون شروع اولیه استقبال چندانی از مشارکت توی سرمایه گذاری نشد. به نظر می رسید همچون نماینده های سیاسی و تجاری روس و انگلیس با تبلیغات سو در میون مردم و خاطر نشان کردن خطرهای سرمایه گذاری در یک بانک جدید و تأسیس کارشکنی کرده بودند. البته باید اینو بگیم که اخشار پایین جامعه مشارکت بیشتری داشتن نسبت به شاهزاده ها و وزرا و ثروتمندا یکی از مواردی که اشک نماینده مجلس رو جاری کرد دانش آموزای یکی از مدارس تهران بودند که بخشی از کمک هزینه تحصیل خودشونو برای سرمایه گذاری توی بانک ملی تقدیم کردند. مجلس تصمیم گرفت قبل از اینکه نظامنامه بانک تدوین بشه هیچ پولی از سرمایه جمع شده خارج نشه ولی با این حال هیئت دولت مقداری از این سرمایه را بدون مشورت با مجلس در اختیار فرماندهان قشون برای مطالبات عقب افتاده قرار داد. تو این موقع خود شاه هم تحت تاثیر شاهزاده ها و ثروتمندای داخلی و بنگاه های اعتباری خارجی قرار داشت و صحه گذاشتن روی نظامنامه تنظیمی مجلس تفره می رفت. از طرفی هم بین مردم شایع شده بود که مجلس و دولت پولهای جمع شده رو قبل از تایید نظامنامه خرج کردند این عوامل باعث رکود استقبال اولیه مردم از مشارکت در تاسیس بانک شد برای اینکه اعتماد مردم دوباره جلب بشه مجلس پیشنهاد کرد که از طریق انتشار اعلامیه و روزنامه همه اقشار جامعه در جریان چگونگی روند و پیشرفت کار بانک قرار بگیرند در همین زمان به صورت تدریجی قرارنامه تاسیس بانک و چگونگی فعالیت اون ته چند بند از سوی نماینده ها برای تصویب به رأی گذاشته شد. بند و این قرارنامه خیلی جالب و خوندنیه و من دلم نمیاد که اونا رو حذفشون کنم. توی فصل اول اومده بود تمام اتباع ایران میتونن در این بانک سرمایه گذاری کنن. بنابراین افراد طبعه کشورهای خارجی حق سرمایه گذاری توی این بانک رو نداشتن. در فصل دوم عنوان شده بود جهت هماهنگی و تنظیم دخل و خرج دولت لازمه که تمام عایدات کشور مستقیما در خزانه بانک ملی واریز بشه و بعد از اون در صورت ضرورت وزیر خزانه که همون وزیر مالیه بود با حواله دولت از بانک برداشت کنه طبق بند چهارم قرارنامه رئیس بانک ملی ملزم بود معاملات و رهن املاک و قرض و استقراض از داخله و خارجه را به میزان شرع متحر تشکیل و اداره کند در ادامه فصل چهارم پیش بینی شده بود که به محض انقضای مهلت فعالیت بانک شاهی امتیاز اون توی اختیار بانک ملی قرار بگیره در فصل پنجم هم اومده بود که در صورت شرایط متساویه بانک ملی در اخذ امتیازات خطوط راه شوسه و راهن بر دیگران ارجهیت داره. امتیاز کش و استخراج معادن طلا و نقره در سراسر سر کشور به بانک ملی واگذار شد و پیش بینی شد در صورتی که قبل از بانک فرد دیگه‌ای بتونه به معدن طلا و نقره دسترسی پیدا کنه و اونها رو استخراج کنه باید حق بهره برداری از اونو به بانک واگذار کنه و در عوض بانک به عنوان حق تقدم چند درصدی برای اون در نظر بگیره یه چیزی که توی این قرارنامه مهم و جالب به نظر میرسه واگذاری یک دهم ده از سهام بانک به مسلمانان خارج از کشور بود تا بتونن با مشارکت توی سرمایه بانک موجبات پیشرفت جهان اسلام رو فراهم کنند. مورد جالب دیگه این بود برای اینکه بانک ملی سد راهی در مقابل بانک هایی نباشه که احتمالا در آینده تاسیس میشن قرار گذاشته شد تا امتیازات انحصاری مثل معاملات و رهن و غیره که به بانک ملی واگذار شده به بانک های دیگه داخلی هم تعمین بدن تا مانعی برای توسعه و تجارت و ترقی نباشه همچنین قرار شد میزان سرمایه گذاری بانک در معاملات مختلف معین و مشخص باشه تا در کار خدمت رسانی بانکی خلل ایجاد نشه به ویژه اینکه در صورت تعدد شعبات بانک در مناطق مختلف کشور امکان اختلال عمر بانکی وجود داشت بعضی از نماینده ها پیشنهاد دادن حق انحصاری استخراج مرواری توی کشور فقط به بانک ملی واگذار بشه تا اتباع خارجی حق قواسی برای استخراج مرواری رو نداشته باشن. اما در نهایت تشخیص دادن تجارت بینون مللی و ورود ارزهای خارجی برای تقویت اقتصاد کشور لازمه. و این مورد در حد اجازه به بانک واگذار شد و نه انحصار به این ترتیب بود که امتیازنامه بانک ملی با یه سری تعدیلاتی به تصویب مجلس و امضای شاه رسید من خودم از خوندن تاریخچه بانک و صورت جلسات مجلس و رد و بدل شدن نظرات نماینده ها خیلی لذت بردم برای اینکه خسته نشین و از طرف دیگه حق مطلب خوب ادا بشه بقیه داستان و هفته دیگه توی کانال میذارم سپاس از همراهیتون